صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي، خصوصا أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سون روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا، ارسل حسین بر حسین مرثیه بخوان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان، السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعب، عرض سلام وأدب واحترام دارم خدمت همه شما بینندگان محترم و امیدوارم که هر جای این عالم که هستید تحت ظل عنایات مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجه و شریف اوقات و ایام به کامتون بوده باشد.
بحث ما در بحث محوری برنامه تکیه بین الحرمین رسید به اینجا که شخصی از لشکر دشمن، از لشکر کفار، از لشکر مشرکین، تأکید دارم بر تک تک این الفاظ و این صفاتی که به لشکر دشمن می دهیم، چرا که تمام اینها در روایات آمده است و در زیارت جامعه شریف هم وقتی زیارت می کنید امام معصوم را به این نکات اشاره می کنید که و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درکم من الجحیم، کسی که مقابل شما در مقام رد بایستد، رد کردن. حالا این رد کردن نقطه اعلا دارد، نقطه اعلاش این است که خلافت بلافصل حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه را بعد از رسول خدا رفض کند، رد کند، قبول نکند، محاربه کند، این نقطه اعلاست. و بیاییم تا نقطه ادنای آن و کمترین مراتب آن که رد فضائل حضرات اهل بیت باشد، بلکه رد کرامات و فضائل شیعیان حضرات اهل بیت. دقت کنید، دقت کنید، رد فضیلت مؤمن هم صحیح نیست، رد فضیلت عالم از علمای شیعه ها، حتی من رد علیهم که من رد علینا، کسی که رد کند علمای شیعه را که ان خود حضرات اهل بیت را رد کرده است. فمن رد علیکم فی اسفل درکم من الجحیم، پایین ترین جای جهنم جای اوست. کسی است که از آن رد اعلا که رد خلافت امیر المؤمنین است گرفته شود تا رد فضائل، مناقب، حتی کرامات بزرگان، حتی فضائل مؤمنین و مؤمنات. بسیار باید مراقب باشیم در سخن گفتن و در اعتقادات ما. پس کلماتی که عرض می کنم دقت بفرمایید، لشکر دشمن لعنت الله علیهم اجمعین، همین که مقابل سید الشهدا امام زمانشان صف کشیدن، قطع و مسلم مشرکن، کافرن. هر کسی که مقابل امام وقت قیام کند کافر و مشرک است، حتی اگر زمان امیر المؤمنین را لحاظ کنیم، کسانی که مقابل امیر المؤمنین چه جنگ جملی را انداختن، چه صفین و چه نهروان، تماما اینها مشرک و قطعا کافر هستند. دیگه وقتی این استدلال را دانستیم، وقتی بلد شدی که و من رد علیکم و من حاربکم، اینها را بلد شدی و دانستی و میدانی که وقتی زیارت میکنی حضرت را به این کلمات اقرار میکنی، اقرار میکنی یعنی عقد قلبی است که اقرار به زبان میکنی و باید به عمل و جرا جواره هم کشیده شود تا ایمان کامل شود. درست است، با اون مقدماتی که بلدید و میدانید. خب پس دیگه جای این نمیماند که در شک و شبه بیایی که آیا این شخصی که مقابل امامی ساده از خوب کسی است یا خوب کسی نیست، فضیلتی دارد یا ندارد، یا فضیلتی به علت نسبتش با پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله آیا فضیلتی دارد. دیگه اینها برای شما جای سوال باقی نمیگذارد. حرف تمام است. و من حاربکم مشرک، مشرک است، قطعا مشرک است. خب لشکر دشمن، لشکر مشرکان، لشکر اعدا شخصی را فرستادن، آمد نزدیک خیمه های آقا سید الشهدا، به غرضی آمده بود که در نقل بعدی به آن اشاره میکنیم، و حرفی زد و آن حرف را دیروز عرض کردیم و اشاره به این کردیم که زخم زبان چه بسا از زخم شمشیر بسیار دردناکتر است و حضرات اهل بیت، خاصه حضرت شجاعت الله، غیرت الله، سید الشهدا روحی له الفدا، یارای حمل این کلمات و این عبارات را ندارد و فی المجلس او را نفرین می کند و او را به سزای عملش که این عمل برخواسته از زبان اوست می رساند که عبرت شود برای همه لشکر و همه تاریخ. نکند در امر ولایت حرفی بزنیم که این حرف در شأن ولایت نباشد.
خب به نقل از ارشاد، این شخصی که این حرف را زد و این جسارت را کرد، ارشاد میگوید پای چپش در رکاب ماند و پای راستش به هوا رفت. مسلم ابن عوسجه سلام الله علیه از اصحاب خاص سیدالشهدا بر او تاخت و پای راستش با شمشیر پراند و اسبش او را کشید و سرش را به سنگ و گیاه بیابان زد تا مرد و جانش به دوزخ شتافت. همه لشکر این منظره را دیدند. در تاریخ طبری آمده عضدی از عطا ابن صائب از عبدالجبار ابن وائل از برادرش مسروق ابن وائق روایت کرده گفت من در لشکری که سوی حسین علیه السلام رفتن همراه بودم. گفتم در مقدم لشکر باشم، اون جلوی لشکر بیستم و شاید سر حسین علیه السلام را به دست آورم و نزد ابن زیاد مقامی یابم. همینطور که عرایز بنده رو گوش میکنید، عرض سلام و ادب داشته باشید خدمت آقا سیدالشهدا. این مناظر بسیار زیبایی که میبینید که نظیری در عالم ندارد. صحن و سرای با صفای آقا سیدالشهدا روحی له الفدا. نکته ای عرض کنم خدمت شما، همونطور که دقت کنید، همونطور که در شیعیان اصحاب مراتب هست، مراتب هست، درجاتی هست، در کفر و زندقه هم درجات هست، بلکه این درجات را به حسب آن جایی که در آن وارد می شوند، یعنی جهنم، یعنی دوزخ، یعنی آتش، به حسب آن اعتبار می گویند درکات. یعنی در لسان عرب آنچه باعث بالا رفتن است درجه می گویند و آنچه باعث پایین رفتن است درکه می گویند. پس همانطوری که در امر ولایت، امر نورانی محبت حضرات اهل بیت درجات هست، در دشمنی و عداوت با حضرات اهل بیت هم درکات هست. هر کسی در یک درکه ایستاده است تا آن عمق درکات که تابوت است و روایات تابوت را دیده اید. اگر کسی نشنیده است یا ندیده است، میتونه با یه سرج خیلی ساده پیدا کنه تابوت در جهنم و اصحاب تابوت را بخواند. اسامی آنها هم حتی در روایات ذکر شده است و بعضی از این دشمنان حضرات اهل بیت، خاصه متخلفین سگانه، میدانستند و از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده بودند که اصحاب تابوت هستند. شاید در بعضی از روایات هم ملاحظه کرده باشید بعضی ها را میخواستن از اصحاب پرسن ها همچین چیزی شنیده ای از رسول، میخواستن اقرار بگیرن و آن شخص حالا یا در مقام تقیه جواب نمیداد یا در شجاعت جواب میداد و مسلمن اصحاب تابوت. نهایت درکه ای که برای دشمنان ولایت هست تابوت است، که این تابوت انقدر در آن عذاب بسیار است که وقتی درب آن باز می شود، اهل جهنم به شکایت می آیند که به علت باز شدن در تابوت عذاب ما دوچندان شد. تعفن تابوت تمام جهنم را می گیرد و القیا فی جهنم کل کفار عنید. یه لطیفه ای در این آیه هست. کسی که منکر خداست، کسی که منکر نبوت است، کسی که منکر معاد است یا ضروریات را کافر میخواند قرآن، ولی در این آیه میگوید کفار. تفسیر را ببینید که خداوند علی اعلی قصد و غرضش از لغت کفار یعنی کفر به شدت، شدت کفر را با لغت کفار بیان می کند. غرض حضرت حق چه کسانی است؟ تفسیر را ببینید، روایت را بیابید، حقیقتا مورد تنبه. خب این اصحاب تابوت، درکات، درجات. همین مطلب را بیاورید در کربلا، شاهد آن را به شما نشان دهم.
در درجات خب میبینید اصحاب سید الشهدا روحی له الفدا درجات دارن تا قربشان به سید الشهدا روحی له الفدا. سبب این درجات چیست؟ بحث بسیار مفصلی دارد. سبب درجات دیگر اصحاب حضرات اهل بیت چیست؟ بحث بسیار مفصلی دارد. عمده آن که اکنون دست ما از مطلب خالی نباشد عرض می کنم که مواسات است و تسلیم است، اتخاذ هوای مولا بر هوای خیش است، مهم است. در سلمان محمدی دارد، در بقیه اصحاب دارد که اینها به درجه حوارین میرسن. اگر خاطرتون باشه در بحث حوارین اشاراتی کردیم به آن. تا برسد به آن مقام بالا درجه عظمای اصحاب آقا سید الشهدا روحی له الفدا که بنی هاشم اند و حضرت قمر بنی هاشم و حضرت علی اکبر صلوات الله علیهم اجمعین، که اینجا دیگه اوهام کوتاه است، حتی اوهام برای درک مقامشان کوتاه است و همین گونه می آید تا کسان دیگر در درجات دیگر. این نکته را از من به یادگار داشته باشید، آن کمترین درجه از درجات اصحاب سید الشهدا روحی له الفدا، دقت، کمترین درجه، کمترین درجهش را نمی شود قیاس کرد با اولین و آخرین، یعنی کمترین درجه‌ای که خود ائمه باید بیان کند کسی متری برای آن ندارد، کسی کیلی برای فهم درجات اصحاب سید الشهدا ندارد مگر حضرات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. عرضم این است که اگر فرزن هم فرض بگیریم پایین ترین درجه از درجات اصحاب سید الشهدا علیهم السلام را نگاه کنی، آن ادنا مرتبه، آن پایین ترین درجه انقدر بالاست که از اولین آخرین کسی به گرد پای او هم نمی رسد، یعنی کمترینش اعلاترین است. دقت داشته باشید، یه وقت از عرایض بنده که خدمت شما الان دارم عرض میکنم، شدت و ضعفی که با کیلو متر شناخته میشود به ذهنتان نیاید خدای نکرده برای اصحاب نور، اصحاب سید الشهدا روحی لهم الفدا. مقام بسیار عالی است. در بعضی از روایات راجع به اصحاب دارد که مقامشون مانند نجوم است، انقدر فاصله دارد که آن را مثل ستاره میبینیم بماند. همین گونه در لشکر اعدا، لشکر کفر، لشکر عبیدالله و عمر صد درکات متفاوت است. کسانی بودند که خود را مقدم، همین جمله‌ای که عرض کردم خدمت شما، از این یک خط دارم این مطالب را میگم، کسانی بودند که سبقت میگرفتن، جلو می آمدن که نزدیکتر باشند به سید الشهدا روحی له الفدا و ضربات بیشتری به خیمه و خرگاه سید الشهدا وارد کنند. خب اینها در دشمنی در همان درکاتی که گفتم ادناترن، عکس دیگه، برعکس دیگه، هرچه پایینتر بدتر، اینها در دشمنی پایینترن، مثل عمر سعد لعنت الله علیه که آمد و گفت اولین تیر را شاهد باشید که من پرتاب میکنم. خب این درکه او اسفل و سافلین است. همینطور درکات را یکی یکی طی کنید تا کسانی که آمدن کربلا فقط ایستادن برای تماشا کردن اوضاع، همین تماشا کردن و یاری نکردن حضرت ابی عبدالله روحی له الفدا وقت استنصار حضرتش، وقتی که حجت تمام شده است، وقتی که این جملات و عبارات را به زبان مبارکش جاری می کند، نیامدن برای یاری، آنها هم در درکاتن و درکاتشان متفاوت است. چگونه است؟ حضرت حق جل و اعلا در روز قیامت به همگان نشان میدهد. کلی مطلب این است که همه آنها در وادی برهود در دوزخند و جهنم، ولی درکات متفاوت دارند. یکی شمر است، یکی خولی است، یکی سنان است و علیهم لعنت الله. حالا این شخص میگوید من جلو آمدم برای این که بتوانم سر مقدس سید الشهدا روحی له الفدا را بگیرم و نزد عبیدالله ببرم. برای چه؟ برای جایزه. میان برنامه رو ببینیم، توسلی حاصل شه، انکساری حاصل شه، ادامه بدیم انشاءالله. بودم که کارم همه
پیچه حجت حق از نفس فتاد با جسم پاره پاره ز پشت فرس فتاد در قلب شم بن به پای حرس فتاد خنجر کشید تا که سرش را جدا کند سر را جدا ز پیکر خونه خدا کند حسین قوقای کربلا شو به آخر کشیده شو در لوحه قیام به دفتر کشیده شو هر خیمه‌ای ز کینه به آتش فریاد الامان به فلک بر کشیده شد امام زمان معذرت میخوان سرها به نیزه ها شد و سرها به نیزه ها شد و تنها به روی خاک راندن اسها به بدنهای چاک شد تمام زندگی حسین از پدر مادر حسین عدت ها مپرد که با گوش ها چه کرد عدت ها مپرد که با گوش ها چه کرد از موش ها بپرد در او گوش واره بود تمام هستیت ماله صلی الله علیک مولای یا ابا عبدالله خدا رحمتش کنه حاج احمد دلجو را میبینید چه حال و صفایی داشتن گذشتگان چه حال و صفایی داشتن خدا از این حال و صفاها به ما هم کرم کند این توجهات را به ما هم کرم کند انشاءالله خوب است کسی که در حال و هوای آن محبوبش به سر ببرد چیزی غیر از یار نبیند نهایت ایمان است که تمام توجه به حضرت دلدار باشد خب عرض کردیم اینها می آمدن در کربلا و همان مطالبی که ما عرض کردیم خدمت شما راجع به درجات و درکات تمام را در کربلا منطبق کنید و بیابید آنچه که عرض کردیم خدمت شما تا شرارت قوم بر شما ظاهر شود و سعادت لشکر سید الشهدا روحی له الفدا برای شما بیشتر نمایان شود نکته اخلاقی اگر اینجا بخواهم عرض کنم آن این است که انسان در خودش محاسبه کند مگر دستور بر این نیست که هر شبی یا هر آنی انسان محاسبه اعمال خودش کند قبل از این که به حساب او برسند در صف محشر خودش محاسبه کند ببیند درکات زندگی است در درجات زندگی است قطعا و یقینا شما عزیزان که در درجات هستید
درجات تعالی و سعادت همین انتخاب دیدن برنامه و راجع به سید الشهدا روحی له الفدا شنیدن، اینها بیانگر سعادتمندی همه ماست در دنیا و آخرت. همین که گنبد و بارگاه سید الشهدا و قمر بنی هاشم برادر با جان برابرش را میبینید و آه سرد از نهاد میکشید، همین نشان میدهد که ایمان در شما موجود است. الحمدلله رب العالمین. ولی آیا راه تمام است، بنبست است، خلاص شده است، یا درجات بالاتری هم هست که باید آن را کسب کنیم؟ و وقت بسیار اندک است، وقت بسیار اندک است. هیچ ضمانتی برای بودن فردا نیست، بلکه هیچ ضمانتی برای بودن آن بعدی نیست. لحظه بعدی ضمانت ندارد. خب وقت کمه، درجات هم بی نهایت است. باید بکوشیم، فاستبقوا الخیرات، باید بکوشیم درجه بر درجه بیفزاییم. خب درجات نور است، یقینا. نور کجاست؟ در کلمات حضرات اهل بیت. کسی نگوید که فقط گفت و آدرس نداد، آدرس هم دادم. درجات نور است و نور کجا یافت می شود؟ در کلمات حضرات اهل بیت. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوا. زیارت جامعه است که عرض می کنم این درجات را، نور بعد از نور را باید کسب کنیم، حالا به هر طریقی که می دانید و گفته شده است در کتب و علم اخلاق. خب این شخص میگوید من مقدمه لشکر ایستادم، آن جلو ایستادم که بلکه بتوانم آن چیزی که عرض کردم خدمت شما را تکرار نمی کنم بگیرم و ببرم مقامی نزد عبیدالله ابن زیاد کسب کنم. اولا حکایت از دنی بودن ذات این شخص میکند. چقدر پس فطرت است که با آن چیزی که مایه مباهات ملائکه است، آن چیزی که مایه نترسیم و بگوییم رسول خدا صلی الله علیه و آله با آن صفا می کرد، یعنی سید الشهدا روحی له الفدا، سر مقدس سید الشهدا می خواهد کسب مقام بیشتر. انسان تا کجا پست می شود؟ گفتم در مقدم باش. گفت چون به حسین رسیدیم یکی از لشکریان به نام ابن حوزه، همان شخصی که نقل کرد، پیش رفت و گفت حسین میان شماست. آن حضرت جواب نداد تا بار سوم حسین علیه السلام فرمود بگویید. این که گیر میکنم یه لحظه، گاهی وقتی مطالب به ذهنم میاد که بگم برای شما، بعد میگم حالا بگذاریم در جای دیگه، اما بذارید بگم. رزق دیگه انشاءالله. شخص دنیست، پست است، فطرت خوبی ندارد. امام جواب نمیدهد. جواب امام میخواهی بالا بیا، آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه، سپس میهمان طلب. جواب رسا میخواهی، مرتبه باید بالا برود، صفای باطن با این قلب باید نورانی بشه تا شوی کسی که میستد مقابل سید الشهدا در همین کربلا. نه یک مرتبه، دو مرتبه، نه یک شخص و دو شخص و چند شخص که سلام خدمت آقا سید الشهدا عرضه میدارن و حضرت لطف میکنند و جواب آنها را به گونه ای میدهند که میشنوند، به گونه ای جواب میدهند که اطرافیان هم میشنوند. سید الشهدا روحی له الفدا جواب این عرب بیابانگرد را داد. صفای باطن آقا غوغا میکند، غوغا میکند. خب بگویید آری این حسین است، چه کار داری؟ گفت ای حسین، یا ابا عبدالله از خواهی میکنم ازت، مژده گیر به آتش. کلمه مژده در عبارات فارسی، جملات فارسی بار مثبت داره، یعنی چیزهایی که خوب است و خیر است و باعث خوشحالی است به لغت مژده بیان میکنن. در عربی
اسمش بشارته. حال در فارسی هم گاهن استفاده میشه. بشارت لغت عربی است. در بشارت اعم است از وعده خوب، خبر خوب یا خبر و وعده بد. یعنی عرب ممکن است برای هر دو لغت بشارت را به کار ببرد. در فارسی معمول نیست، در عربی بشارت به کار می رود برای اموری که خوب نیست و خوشایند نیست. در قرآن هم خدا همین گونه عمل کرده است و سخن گفته است. ابشر به نار، لغت هر جمله عربیش این است، ابشر بشارت باد تو را. بعد چون مترجم محترم میخواست از ترجمه کند و قطعا طبیعتا میدانید که فارسی نسبت به عربی زیق خناق لفظ دارد، یعنی الفاظشان سعه عربی را ندارد، چاره ای نداریم که بعضی از لغات را به گونه ای معنا کنیم که نزدیک ترین ترجمه باشد. لذا این را عرض میکنیم کسانی که اهل فن و زبان عربی هستند، اگر عربی مطالعه کنند مطالب بیشتری دست آنها می آید تا فارسی مطالعه کردن یا زبانهای دیگر. اولویت با عربی است. و نکته این که آن کلمات عربی همان حروفی است که از کام و دهان امام بیرون آمده است و قطعا نورانیت خاص خودش را دارد. سعی کنیم به عربی خواندن، سعی کنیم به عربی روایات را دیدن، نگذاریم فقط به ترجمه بسنده نکنیم. این نکته رو گفتم بگم. اشارت داد، مژده گیر و آتش. فرمود دروغ گفتی. سیدالشهدا به گفتن دروغ داری میگی ای کذاب، من نزد پروردگاری آمرزنده و شفیعی مطاع شتابم، من پیش خدا دارم میرم. تو کیستی؟ گفت ابن حوزه. گویند حسین علیه السلام دست به دعا برداشت، انقدر حضرت دستان مبارکشون را بالا بردن، قربان مقام و منزلتت یا ابا عبدالله، انقدر دستان مبارک را بالا بردن که زیر کتف حضرت نمایان شد، از روی جامه دیدم. سپس فرمود بار خدایا او را به آتش کش، او را به آتش برسان. ابن حوزه خشم کرد و خواست اسب بر سر او تازد. نهری در میان بود، منظور از نهر یک گودالی بود، یه نه اینکه آب باشد، یه گودالی بود. به پا از رکاب آویزان شد و اسب او را کشان تا افتاد و قدم و ساق و رانش جدا شد و نیمه دیگرش به رکاب آویزان. جسارت به سید الشهدا روحی له الفدا میکنه. عاقبت دنیاییت این است، بماند در عاقبت اخروی خدا با تو چه کند. جسارت به ابی عبدالله کردن. مسروق برگشت و دنبال سواران جا گرفت. چه کسی؟ همان کسی که میگفت من مقدمه رفتم تا جای خوبی داشته باشم. پرسیدم چرا برگشتی؟ گفت از این خانواده چیزی دیدم که هرگز با آنها نبرد نکنم. این اومده بود جلو، میخواست که جایزه بگیره، میخواست ببره پیش عبیدالله و عرضم به خدمت شما جایزه خوبی بگیره. این منظره رو دید برگشت، گفت من چیزهایی که از این خانواده از عترت پیامبر میبینم اصلا نمیشه با اینها نبرد کرد. نکته داره، یک دقیقه وقت داریم، اگر شد فردا راجبش اشاره میکنم که این مکافات عملی که سیدالشهدا برای این شخص در نظر گرفتن و این اتفاق برای او افتاد، خیلی ها را از اون گمراهی که داشتن دور کرد. راجب قصاص قرآن چه اشاره می کند، دقت به آن اشاره داشته باشید که در قصاص حیات است. تا اینجا مطلب را بیشتر بگویم. ای کاش وقت داشتیم مطلب را پخته تر عرض می کردم خدمت شما. باشه، برای جلسه بعدی اگر مدد شد و رزق من از آقا سیدالشهدا بود و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان، دعا کنید بتونیم خوب خدمت کنیم به آقا سیدالشهدا، همچنین به شما نوکران آقا سیدالشهدا روحی له فدا. انشالله راه کربلا باز می شود، می آیید، هر جا هستید هدیه محضر امام رضا صلوات خط کنید. یا علی، خدا نگهدار. زمین کربلا تادیم شکسته، جوانان یک به یک بردی زده
دست تغییر زمین کرم بلان فصل بهار است زفون نوجوان لال زار زمین کرم بلان باهی لبازی عجب کردی نوازی زمین کربلا باه لبازی عجب کردی تو مهمون نوازی